با تصویرهای وحشتناک و تکان دهنده روبرو می شویم. مالک خان، کارمند ریاست محافظت از رجال برجسته در محله به شدت محافظت شده، یعنی درب عمومی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی از بین رفته است. سرش کاملا پاشیده و مغزش در خریطه پلاستیکی. بازم این مغز زیره از آمبولانس داخل یک پلاستیک پایین کردن به دست ما دادن که اینی مغز فلانی است. ما واقعا تعجب کردیم که چه رقم فوت است، چه رقم مغز است. بستگان قربانی میگویند که مالک خان در اتاق زیرهی بوده، اما بگونی مرموز به وسیله همکارانش کشته شده و پس از رویداد معاون نظامی ریاست رجال برجسته هم گفته که جان باختن این کارمند و پارچه پارچه شدن سرش از اثر بیماری بوده و باید زودتر به خاک سپرده شود. اگر از طرف اداره صورت نگرفته باشه کس دیگه خواست بیرون نامده. او در دان دروازه ریاست جمهوری، سی طرف ریاست اجرایی است و چهار طرفش هم پوستا است. شامد مامان نظامیش میگفت که برادر، اول میگفتن که این به اثر دوایی رقم شده. وقتی که دکترهای شفاخانه امنیت دید که ما دکتر هستیم، این رقم حالت ما هیچ وقت ندیدیم که به اثر دوایی رقم شود. اما پس از بررسی، طب عدلی به خانواده قربانی گفته که به سر مالک خان با گلوله زده شده است. داخل شفاخانه که شده این گفتی به اثر مرمی خوردگی گفت، مرمی خورده از پشت سر. در این باره ریاست محافظت از رجال برجسته جزئیات نمیدهد که کشته شدن یک افسر را چرا وفات از اثر بیماری به بستگانش گفتند. مادر، همسر و چهار فرزندش از مرگ مالک خان بیخبرند و این آمبولانس ماتم و وحشت به خانه این افسر میبرد. در کنار این، امروز دو کارمند مرکز عدلی و قضایی در حوزه پنجم شهر کابل کشته شدند.